درود و درود و درود، یه روز دیگه، یه صبح دیگه، بازم با هم دیگه میریم برای ورزش کردن. برام یه پیام گذاشتن که لباسات هنوز نپوسیده داری میپوشی. به تنها چیزی که فکر نمیکردم لباسه. لباسام به اندازه کافی هست، نپوسیده، هر روز میشورمشون، تمیزم هستن. و بعد اینکه میدونی که پارچه ها و الیاف الان بیشتر پلاستیکیه، طول عمر زیادی دارن، به خصوص اگه بدونی دستشون چجوری نگهداری بکنی. بعد من چند تا تیشرت بسیدی کمتر بیشتر ندارم که با این لوگو هست. و بعد اینکه اینم مهمه که با هم باشه. چیزی که برام مهمه ورزش کردنه. و اینکه به شما هم بگم که باید سلامت باشید و برای سلامت بودنمون باید وقت بگذاریم و بعد یادمون باشه که همبستگی داشته باشیم و بتونیم کمک بکنیم به هم دیگه. هر روز صبح که بلند میشم اینقدر خبرها ناجوره که نمیدونم باید چی کار بکنم. غربالگری برای همه جای دنیا این کار رو انجام میدن برای اینکه نسلی سالم داشته باشن. داشتن یک نسل بیمار یعنی گرفتار بودن مردم، یعنی بدبخت بودن مردم، یعنی فقیر بودن مردم، یعنی مردمی که هیچ کار نکنن و فقط بلولن. و اسمش این باشه که شما اینقدر جمعیت دارید و همین مثل هند، مثل خیلی جاهای دیگه که آره هند بهتری نمونش. به هر حال باید برای همه اینها تک تک و تک تک و تک تک جنگید. از صبح تا شب کارمون شده جنگیدن و اون هم اینه که هر روز دارن ما رو گرسنه تر و گرسنه تر میکنن. نمیدونم این کار تا کی ادامه پیدا میکنه. ما نسل 57، نسلی که انقلاب کردن، بیشعورترین نسل در تاریخ ایران بودیم. وقتی آدم میخواد کاری بکنه باید دلیل داشته باشه. و مایی که تربیت تقلیدی داشتیم ایران رو به اینجا رسوندیم. حالا باید نسلی که هستن، نسل زنده جوان، اون نسل که تسلیم میگیره، نسلی که آزاده، نسلی که جیره خوار دولت نیست. به هر حال من ورزش میکنم، شما هر روز ورزشتون بکنید. این حداقل کاریه که میتونیم کمک بکنیم که نسل جوان ما درگیر پذیرایی و نگهداری ما نباشه. هر کاری که میتونید برای این نسل انجام بدید و کمکشون کنید. من گاهی اوقات نمیدونم باید چی کار کنم، فقط میدونم که اگر همه ما ورزش کنیم، اگر همه ما شادیمونو حفظ کنیم، این چیزیه که این حاکمیم نمیخواد. شکممون رو بدیم تو موقع ورزش کردن، کف لگن رو ببندید، خودتون رو بکشید بالا و شونهاتون رو هم بدید بالا موقع ورزش کردن. و اصلا هر روز صبح باید اینو بدونیم که همه اندام های حرکتیمون رو باید حرکت بدیم، یعنی از شست پا گرفته که شست پا رو بذارید داخل فشار میدید، انگشتای دیگر رو به طرف بیرون قرار میدید. و حتما تو این حالت سعی کنید درست بایستید از بالا که نگاه میکنید شست پا تو صاف صاف باشه. بعد همینطوری کم کم تمام قسمت بدن ماهیچه ها رو میگیرید، میکشید، کف لگن رو میبندید، شکم رو که میدید تو کمک میکنید که ستون فقرات صافتر بایسته، خودتون رو میکشید بالا، شونو میدید بالا و به طرف پشت و سعی میکنید خودمون رو تو این حالت نگه دارید. انگشت دست شستتون رو بذارید پشت کمرتون، انگشت رو باز کنید، روی شکم قرار بدید و بعد هر انگشت رو روی شکم فشار بدید و ورزشش بدید. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 این برای آرتروز دستمون هم خوب هست. و بعد تو این حالت بلند شیم روی پا بیستیم و سعی کنیم که تعادلمون رو حفظ کنیم. 1 2 3 4 یک پایین مجدداً 1 2 3 4 خودمون رو نگه داریم، بریم بالا 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 یک پایین دوباره 1 2 3 4 و بعد یک پایین 1 2 3 4 نگه داریم 1 2 3 4
همیشه جلوی کنار جایی وایسید که اگر دیدی داره تعادلتون رو از دست میدید حتما بتونید دستتون رو نگه دارید و تو این حالت تمرین کنید. حس لامسه رو تقویت کنید، حسش چشایی، بویایی و بیناییتون رو سعی کنید تمرین کنید. خب بعد این حالت رو انجام بدید، حتما به صورت این حرکت رو انجام بدید، خودتون رو بکشید بالا، جمع کنید و بعد باز کنید که به ریه فشار لازم بیاد و ریه وزش بکنید، چون ریه ما ماهیچه نداره و به کمک فشاری که به پرده دیافراگم میاریم، فشاری که به قفسه سینه میاریم که جمع و بازش میکنیم، این ریه حرکت میکنه و کمک میکنه که اکسیژن رو به همه قسمت‌های بدن ما بهتر برسونه. حتما توی ورزش‌های حرکتی صبحتون یا توی روز حتما پا رو به طرف عقب ببرید، حتما پا رو به طرف جلو بیارید، حالا هر جایی که میتونید، تا هر جایی که میتونید، تا اینجا تا اینجا تا اینجا ببینید، تا اینجا تا اینجا تا اینجا، تا هر جایی که میتونید ببریدش بالا. بعد میبرید پهلو، بعد به این صورت حرکت کنید، بعد دست ها رو حرکت بدید، حرکت دست ها رو مثل پا درست انجام بدید، بیارید بالا، یک دو، بعد دو تا دست با هم، یک دو، بعد دو تا دست با هم، یک دو، یک دو، بعد دو تا دست با هم، بعد باز به این صورت، یک دو و بعد دو تا دست با هم. این ورزش میبینی که قشنگ قسمت های شکمتون رو میکشه بالا. حتما دست رو بکشید عقب تا اونجایی که میتونید و ببردش بالا و بعد همشید نگه دارید، باز بکشید بالا، بعد بیارید پایین دستتون رو نگه دارید و بعد باید هر روز ما نشست و برخواستمون رو تمرین کنید. میتونید الان به این صورت، یک دو، بعد دوباره میاد، من جا فاصلم کم از دیوار، دست رو میبرید بالا، یک دو سه میکشید، بعد دوباره دست رو ببرید پشت، یک دو سه، بعد بیارید جلو، همشید یک دو سه، بعد دست رو بیارید اینجا، یک دو سه، حالا دوباره یک دو سه. نشست و برخاست رو به این صورت انجام بدید یا به طور کامل بشینید و بعد بلند شید. هر چند بار که میتونید این کار رو انجام بدید، هم برای شکمتونه، هم نشست و برخاست رو تمرین میکنید. تمرین نشست و برخاست مثل راه رفتن میمونه، هر روز باید راه برید و بعد هر روز این ورزش رو حتما انجام بدید که روی دوشک کاملا دراز بکشید، مطمئن باشید که پشت کمرتون کاملا روی زمین قرار گرفته، پا رو ببرید بالا، بذارید من یه پا رو قشنگ میبرید بالا، صاف نگه میدارید و توی این حالت به اندازه 20 دقیقه باید هم ورزش می‌کنید. پا رو به این صورت نگه دارید، بند بند انگشتای دستتون از قسمت سرش ماساژ میدید، بعد هر بند انگشت رو جهت مخالفش ورزش میدید، به حرکت میدید و بعد میارید پایین و ماساژ میدید دستتون. برای هر دو دستتون هر 10 تا انگشت دستتون این کار رو انجام میدید. انگشتی که بیشتر دچار آرتروز شده، کج و کله‌تر شده، وقت بیشتری براش بگذارید که به مرور صاف خواهد شد. اینو من با اطمینان بهتون میگم. انگشت شست پاتون رو بیشتر ماساژ بدید، کنار ماه ناخونتون استخونی که میزنه بیرون این رو ماساژ بدید، سر انگشتتون رو ماساژ بدید. خب قشنگ این رو ماساژ بدید، بعد بکشیدش به طرف داخل، بعد همه انگشتات پاتون یکی یکی ماساژ بدید، بکشید، ماساژ بدید، بکشید و بعد انگشتتون رو لای انگشتای پاتون هم بچرخونید، مچ پا رو حرکت بدید جلو عقب جلو عقب و بعد از پایین مچ پا شروع کنید ساق پا رو ماساژ دادن. برای ماساژ پشت زانوتون وقت بگذارید و
حداقل این ورزشتون، این قسمت ورزش باید حداقل 20 دقیقه طول بکشه و توی این مدت حتما ماساژ بدید. ماساژ دادن پا رو فراموش نکنید، به خصوص اگر روزهایی که بیشتر به پا هستید حتما حتما ماساژ بدید. سعی کنید ماساژ دادنتون رو مستقیم از باروی پوست بدنتون باشه که اگر تغییری توش داره ایجاد میشه خودتون زودتر از هر کسی متوجه میشید. حتما به این قابلت بلند شید که پشت ستون فقرات رو میکشه به این صورت و بعد موقعی بلند حتما دستای انگشتای دست و پا رو تو هم گره کنید و اجازه بدید که پا بدن رو بکشه بیرون. حتما حتما موقع بلند شدن از روی زمین باز سعی کنید یه ماساژی پشت ساق پاتون رو بدید، دست پشت زانوتون رو بدید، دستتون رو انگشتا رو پشت زانو فشار بدید و بعد بلند شید به این صورت. در حالتی هم که درازکش هستید توی حالتهای مختلف ورزشتون رو انجام بدید، پاتون رو بالا ببرید، پایین ببرید، هر جوری که میتونید بدن رو حرکت بدید. حتی اگر شده برای هر قسمت بدن، هر قسمتش، هر حرکتی رو حتی یک بار هم شده انجام بدید. روز و شبتون به خیر و شادی باشه، در پناه هم باشیم، نمیدونم، مراقب هم باشیم، در فضای مجازی حداقل این عزیزان رو فراموش نکنید، همینطور این عزیزان رو. هر روز داره مادران بیشتری رو داغدار میکنن. مراقب هم دیگه باشیم. روز و شبتون خوش.